بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر تمام دوستان عزیز و هموطنان گرامی. یک موضوع خیلی کوتاه یادآوری میکنم و اوی است که عقاب ها بعد گذشتاندن 30 سال عمرشان برای دوباره 30 سال زیستنشان چند مسئله را باید روی مد نظر بگیرن. اول اینکه عقاب ها میرن به یک سکوی بلند، کوشش میکنن که منقار خود بشکنانن. وقتی منقار خود میشکنانن، بعد میاین ناخنهای خود میشکنانن و بعد منتظری میشینن سالهای البته ماهای زیاد که دوباره یا بتانن منقار بدست بیارن و یا هم چنگال بدست بیارن. این بار با چنگال و منقار درست تری قوی تری 30 سال دیگر میتونن زندگی بکنن. اعتیاد به مواد مخدر درد بسیار وحشتناکی است که با تأسف مردم زیادی در افغانستان به این مشکل سردوچار هستند. من به خارج از کشور رفته بودم، از آقای اقدوس سپاسگزار هستم که در راستای بردن من به خارج از افغانستان هم کاری کرده بودند. از تمام دوستان خود سپاسگزار هستم. با تأسف زمانی که من برای تداوی بودم خبر شدم که لمر خلیله به شهادت رساندن. قابل یادآوری می دانم که به همین زودی ها یک مستند در مورد آقای لمر خلیل من نشر می کنم که نشان می دهد چی ابرمرد بزرگ بود. یک موضوعی از اینجا مستقیما با آدرس مافیا می گم. مافیا با کشتن لمر خلیل پیروز نشدین، یک بار دیگه بزدلیتان نمایان شد. با شهادت لمر خلیل استواری راست قامتی و مبارزه علیه مواد مخدر پابرجاست و مزدورانتان و اجیرانتان که امروز با شما همکاری میکنن، اینا همه روزگاری بر پوزایشان خواهند خورد. این یک مسئله. مسئله بعدی را من یادآوری میکنم دوستای عزیز، ترک اعتیاد یک پروسه بسیار طولانی مدت است. من تنها از شیشه استفاده میکردم. ترک اعتیاد روزهای زیادی را شما باید در بستری از ریاضت سپری بکنین. من به تازگی از بستر ریاضت به خانه خود برگشتیم. من روزهای متمادی را در فنکس سپری میکردم. فنکس یکی از جاهایی است که اگر در خانوادهایتان کسی معتاد است یا اگر شما در اعتیاد روی آوردین، فنکس مثل فنکس دیروز نیست. فنکس یا شفاخانه 1500 بستر ابن سینا که در بخش مواد مخدر کار میکنن مثل شفاخانه دیروزش نیست. حالا تغییر کرده، حالا نسل پاک به جامعه عرضه داشته. در فنکس ما یک جوان برومندی را میشناسیم به نام لالا ببرک که سلام ها و درود ها بر ببرک باد. او در پنجمین سال از پاکی خودش به سر میبرم. در فنکس داریم یک نفری به نام استاد حفیظ که با چیف یا سرباشی تمام آشپزاست که در پنجمین سال پاکیش به سر میبره. درود. و بر فنکس مردان بسیار بزرگواری داریم. در زمان آقای فیروزالدین فیروز و در زمان وزرای دیگر صحت فنکس یک قالب داشت، یک چهره داشت، اما در زمان آقای مجروح جوان برومند ما، آقای وحید مجروح سرپرست وزارت صحت افغانستان، فنکس یک چهره دیگری برای خود گرفته. حالا با بسیار سربلندی پری روز بخش شعبه تازه ایجاد شد که با این شعبه شما میتونین که در بخش کسانی که معتاد هستن بدیل وارد شوه و در حقیقت اونا با خوردن چند قطره از میتادون میتونن که راحت وارد اجتماع شوند و راحت زندگی بکنن. این سنتر و این بخش و بخش عاجلی که در شفاخانه 1500 بستر ابن سینا فعلا جریان داره در زمان آقای وحید مجروح افتتاح شد. یکی از مصروفترین بخش های عاجل در شفاخانه هایی که در سطح افغانستان است همین است و این نمایانگر عزیز که ما گام های استوارتری را میگذاریم به طرف بهبود. شبای آینده ما در بخش های زندگی که از طریق این صفحه خود وارد خواهد شدم ای را براتان میگم که چرا من چندین ما را در تداوی سپری کردم. ای به این معنا نیست که شما یک بار از شفاخانه بیرون میشین و پاک میمونین. نه، پاکی است که انگیزه در داخلتان ایجاد میشه و بعد میایین و ماهای متمادی را در اینجا سپری میکنین.
دوستای عزیز، وزارت صحت افغانستان در طول تاریخ فعالیتایش که از زمانی که من میشناسم، در زمان آقای فاطمی یک دروغ پراگنی کردن و دوستا میفهمن او وقت ما در تلویزیون نورین کار میکردم، ویروس AH5N5 و در اون زمان آقای فاطمی بسیار به شیوه گسترده نشر و پخش کرد و من نمیفهم در این قبال چی منفعتی داشت، و بعد ما به اثبات رساندیم که AH5N5 اصلا در افغانستان وارد نشده بود. و بعد در زمان آقای فیروز هم کارهای صورت گرفت. من امیدوار هستم که در زمان آقای وحید مجروح در بخش معتادان به مواد مخدر کار برجسته صورت بگیره و ما بتانیم که یک موج وسیع از دوستا را اونجا بستر بکنیم و یک موج پاک پاک از مواد مخدر بیرون بتیم. دوستای عزیز، من یک بار در حضور همه دوستان ها آمدم و نشان میتم این که روزی که مرا به فنکس برده بودن استاده شدن، نمیتونستم، حالا میتونم که دوباره به شبکه‌های اجتماعی بیایم و در این صفحه